زیبا جان، ما وقتی که به زندگی ساده تو نگاه میکنیم میبینیم که تو خیلی به ارث و محیط زیست توجه داری، از حیوانات و پرندگان گرفته تا انسانها و محیطهای اجتماعی. میتوانی امروز از تجارب خودت برای ما حرف بزنی؟ و اگر راهنمودهای یا توصیه هایی داری برای من بگی؟ من در واقع خودم رو یک ذره از این کائنات میدونم، از این جهان میدونم، ذره ای که احساس میکنم که اگر به این دنیا، به این حیوانات، به این پرندگان، به این انسان ها، به این محیط های اجتماعی، به این طبیعت با عشق و محبت نگاه بکنیم، همون انرژی عشق و محبت و شادابی به تو هم برمیگرده. برابر این هستش که وقتی تو با محبت و عشق و قشنگی، حالت خوب به همه این ذرات دنیا نگاه میکنی و رفتار میکنی با اونها، چون اعتقاد دارم که همه موجودات شعور دارن و میفهمن، حتی اون سنگ ریزه‌ای که تو دستش میگیره نگاه بکنه به عنوان یه سنگ، اون هم میتونه با عشق و محبت با تو حرف بزنه. اینو تو عرفا هم به ویژه تو ادیان بهش اشاره شده. مثلا سلیمان سمبولی بود از اینکه با همه حیوانات، با همه پرندگان، حتی حشرات یه رابطه عاشقانه داشت. با مورچه حرف میزد، با ملخ حرف میزد، با فیل حرف میزد، با نمیدونم شیر، زرافه، فلان فلان. اینها توش حکمت هست. یا وقتی مثلا به اون جمله نگاه میکنیم که میگیم یکی از معجزات مثلا پیغمبر اسلام محمد این بوده که با سنگ ریزه حرف میزد، من به اون مفهومی که در پشت این جمله هست نگاه میکنم. شخصی برخورد نمیکنم که حالا بخوام بیام درباره محمد یا عیسی یا نمیدونم موسی یا فلان اینها باشون برخورد کنم، بلکه اون مفاهیم زیبایی که این پشت اینها هست نگاه میکنم. این یه معجزه است، واقعا قشنگه. و من اینو دیدم که حتی بله میتونه یه سنگ ریزه حرف بزنه با تو. و اینجاست که الان مثلا میبینیم سنگ هایی هستن که این سنگ ها الان کشف شده که شما حتی وقتی تو دستتون میگیرید ازشون انرژی میگیرید و به شما انرژی میدن. نمونه این مثلا میتونه یه همچین سنگی باشه، البته این سنگ ریزه نیست، یه سنگ خیلی قشنگیه که به عنوان یه هدیه قشنگم من پذیرفتم و اینو حتی تو دستش آدم که میگیره میتونه ازش انرژی بگیره، با این سنگ حرف بزنه، با این سنگ عشق بازی کنه و نوازش کنه و احساس بگیره. نمونه این سنگ رو که گفتم همین احساس، همین عشق و محبت رو شما میتونید به همه ذرات این دنیا داشته باشید و متقابلا اونها این عشق و محبت و نشاط رو به شما برمیگردونن و میبینید که اصلا شما به مرور زمان سرمست میشید، حتی از نوشیدن یک چایی که میتونه واقعا همین بالاتر از یک شرابی که شما رو به طور کاذب مست میکنه، چون همه انسان ها دنبال مستی هستن، دنبال احساس قشنگ، دنبال احساسی که توش راحت باشن، دنبال احساس خیلی قشنگی که توی حتی میگن مثلا دراویش تو خلسه این حالت رو پیدا میکنن. ما میان با ابزارهای مختلفی مثل ابزارهایی که میخواییم به اونها برسیم، مواد مخدر و اوپیوم و تمام این الکل و سیگار هم که در رأسشون هست، همه میخوان این نیاز انسان رو برآورده کنه که انسان یه مقدار درونن اون مستی رو احساس بکنه. خب حالا ریشه این مستی، عامل این مستی اونجاست که تو با عشق و محبت
نگاه میکنی به اون حرفیه که خیام و عرفا و نمیدونم حافظ و اینها مستا گفتن، افرادی گفتن ما کلیپ های زیبا رو که میبینیم به این حتما چند شیشه ودکا خورده یا نمیدونم جرس مرس نمیدونم چیه گرس که میدونم ولی جرس مرس و اینم که حتی تو کامنت های یه سری نوشتن که این کشیده علف کشیده فلان کشیده، اینا رو که گفتم به خاطر اینکه این حالت های من رو مشابهش اونها در به صورت مصنوعی تو اون حالت های خودشون دیدم، ولی من این حالت ها رو با طبیعت با عشق خودم به موجودات میگیرم. این سوالی که تو کردی که محیط زیست و پرندگان و حیوانات اینا جزی از محیط ما هستن که قشنگ اون بهشتی که ما دنبالش میگردیم آرزوی انسان ها همین ها میسازن، همین سنگ میسازه، همین چای میسازه، همین گل میسازه، همین حیواناتی که اینجا هستن میسازن. و مثلا میایم میبینیم که من الان وقتی که برای این سنجاب خودم این آب رو میذارم و سنجاب میاد توی این آب ظرف خیلی قشنگ، وقتی بارونم شروع شد توی این ظرف قشنگ صبح که اومد وقتی این پسته رو بخوره، این پسته هایی که حالا من این پسته ها رو برای پرنده ها و اینها و پسته هایی که وقتی که دوستانم میبینم که توی یخچالاشون پسته هایی مونده یا مثلا بادوم یا فلان اینا، البته من از امیدوارم یه روزی براشون پسته های نو هم بذارم ولی فعلا حالا در اون موقعیت نیستم که براشون یه همچین چیزایی گرون قیمتی تهیه کنم، ولی اینا هم به همین راضی هستن که بیان بگیرم بخورم. با اینجا بیشتر توی محیط اروپا بیشتر یاد گرفتم با حیوانات و پرندگان و حشرات و اینها با عشق برخورد کنم و اونها رو دوستشون داشته باشم. مثلا عنکبوت رو من هیچ وقت نمیکشم یا حتی مگس و اینها رو نمیکشم، بلکه البته پشه رو هنوز میکشم، اینو اقرار میکنم که پشه رو میکشم، ولی امیدوارم به یه جایی برسم که پشه‌ام نکشم. این چراغم بد نیست، حالا که چراغ روشن کردم در مورد چراغم بگم. پرسیدی تو سوالت که راهنمودهای خودت رو هم بگو، من تمام وسایلی که سعی میکنم استفاده کنم سعی میکنم اکونومی باشه، یعنی اقتصادی باشه و به محیط زیستمون کمک بکنه، که از جمله تمام لامپای من لامپای اکونومی هستن و لامپایی هستن که مصرفشون کمه و انرژی حرارتی رو در واقع گرما رو مثل لامپای معمولی که 95%شون انرژی حرارتی ایجاد میکنن و 5%ش الکترونیکی هست یعنی برق هست، اینو اشبار یعنی مصرفش رو به در جهت الکترونیک میکشونه. و اینا رو الانم جالبه براتون بگم که کلن یک بارم این مقالش رو نوشتم که اصلا ممنوع شده دیگه تولید لامپ های غیر اکونومی، غیر این لامپ هایی که هستن. البته من از اون موقعی که اومده بودم اینجا، چون تو ایرانم آرزو داشتم، وقتی که میخوندم که محیط زیست رو چجوری ما میتونیم حفظش کنیم، من همیشه دوست داشتم این کارهایی که حتی تو ایران نمیتونستم عملیش کنم ولی اینجا اومدم امکان عملی شدنش رو بیشتر دیدم، خیلی استقبال کردم. که خب به هر حال یکیش همین بود که برق و لامپ ها ما همه رو اکونومی کردم هرچند که هزینش بالا بود. یا مثلا وقتی که میای بیا تو آشپزخونه، من یخچال ها یخچال مثلا برام با وجود این که خودم یخچال قبلا گفته بودم تو کلیپ قبلی که وسایل رو از یه مستاجر قبلی خودم گرفته بودم، ولی یخچال هم که بود یخچالش رو بخشیدم و یه یخچالی گرفتم که کوچیک باشه، کوچیک و چون که خودم میگم مصرف گرایی رو کم کنیم و علامتی داشته باشه که برق رو کم مصرف کنه و تمام اون چیزهای محیط زیستیش رعایت بشه. جدا کردن زباله هام یکی از برنامه های من بوده که به حفظ محیط زیست کمک میکنه
و این آرزوی من بوده از ایران، و بعد هم کارهای دیگه ای که به مرور اینجا یاد گرفتم. توی ایران میدونم که مثلا برنج رو تو چیزه تو نمک زیاد خیس میکنم، و ولی من اینجا یاد گرفتم که آب نمک چقدر بده برای فاضلاب ها، و اینه که سعی میکنم که مثلا برنج رو با آب معمولی خیس کنم یا اون حبوبات رو با آب معمولی خیس کنم. این هم محیط زیستیه، همین که خب به نفع خودمونم هست، برای اینکه نمک، شکر، روغن چیزاییه که من توی مصرف اونها خیلی خیلی کم سعی میکنم که مواد، یعنی سیستم غذا خوردنم، تغذیه کردنم اینجا خیلی تغییر کرده. مثلا نون سیاه خیلی استفاده میکنم، نونی که سبوسدار باشه، نونی که قوی باشه، نونی که آره گفتم، نونایی که استفاده میکنم نونایی که سفید نباشه. اینو همیشه به دوستان میگم، از این مثل این نونای بربری و فلان اینا که توش هم همین، به خصوص توی ما که از این ترکا که میگیریم، کل این وسط نون رو باید بندازید دور. خب چرا؟ نون رو به مصرف طوری نون رو بگیری که هم همش رو استفاده کنی و هم بیشترین فایده رو برسونه بهت. کمیتش هم اگر مقدارش هم حجمش هم اگر کمه، ولی محتواش قوی باشه. بعد حجم غذا رو کم کردم، وعده هاش بیشتر باشه، شکر رو کم استفاده کنم یا نمک رو کم استفاده کنم. و یا مثلا فرض کن من اینجا سرخ کردنی خیلی خیلی به ندرت سرخ میکنم، و یا مقدار روغن خیلی کمه، اینها چیزاییه که سیستم تغذیه‌مه. یا مثلا توی نمیذارم یه غذا خیلی جا بیفته که مثلا بگیم چند ساعت بذاریم غذا رو، در نیم ساعت، در حالتی که سبزیجات و اینها بیشتر ویتامین خودشون رو داشته باشن، حتی حالت قرچ قرچ بکنن، صفر باشه که ما بتونیم ویتامین اینها رو بیشتر استفاده کنیم. توصیه های پزشکی که دارم اون رو یه میکسی کردم با اون لذت بردن، و قشنگ به قول معروف هم مسئله لذتش حفظ بشه و همین که محیط زیست رعایت بشه و همین که کم محیط چیزای نیروها، نیروی برق و فلان اینا کمتر مصرف بشه و همین که یه چیز خوشمزه در بیاد و همینطور یه چیز مفید برای بدنمون. همه این عوامل رو با هم دیگه در نظر گرفتن، کمباین اینها به قول معروف، ترکیب اینها و بهش توجه کردن، یک غذای خوبی رو برای ما ایجاد میکنه و ممکن هست. ولی وهله اول اینه که ما سعی نکنیم که توتیوار هرچه که یاد گرفتیم از خانوادمون، از فامیلمون، از جامعمون همون رو تکرار کنیم. مثلا فرض کن من اومدم تو اینجا تو اروپا، بگم که خب دیگه من باید برم فروشگاه ایرانی قرم سبزی خودم رو فقط بخرم بخورم، یا سبزی خودم، یا نون خودم، یا پنیر خودم، یا نمیدونم مواد غذایی خودم رو. نه، خودم رو باز بذارم برای محیط جدید، برای تجربه های جدید، غذاهای جدید و آموزش های جدید، و بعد یه دفعه میبینم که خیلی خیلی کمبینیشن خوبی در میاد با لذت بیشتر. بنابراین سبک زندگی من اصلا میکسه. من سبک ظرف شستنم مثل ایرانی ها نیستم، دو ساعت بسابم، همه رو بسابم، بشورم، بلکه من مثل آلمانی ها نیستش که فقط از اینجا در بیارم بسن اینجا. یه کاری کردم که میکس در ظرف شستن. آدم وقتی به این مسئله فکر میکنه، همه رو میتونه در نظر بگیره. در واقع تمام سبک زندگی ما، ظرف شستن ما، یا نمیدونم غذا پختن ما و وسیله زندگی ما، لباس پوشیدن ما، همش یک آینه از شخصیتمون هست که میتونه نشون بده آیا من به چه چیزهایی دیگه هم توجه میکنم. یک روز یکی از بچه‌ها که داشت ظرفای منو میشست، گفتم تو لطفاً ظرفای منو نشور، چون با مهربانی با ظرفای من برخورد نمیکنی. ظرفای من هم حس دارن، دوست دارن که با قشنگی، با لذت اونها رو کسی بشوره. اگه دوست نداری ظرف بشوری، ظرف نشور، بذار. ظرفای من ناراحت میشن. و واقعا این حس رو دارم. گفتم نه اینجور، اوه اوه، یا روی تو بذار، هر وقت که
احساسشو داشتی، لذتشو داشتی، میتونی این کارو بکنی. یک بعد در رابطه با رهنمودها، من خیلی کم پلاستیک و اینا استفاده میکنم و از این جنبه یه سری فروشگاه های تو اروپا هم اومدن برای این نایلون ها پول گذاشتن که پول بدن که مردم کمتر بردارن اینها رو، و ایده خوبیه برای اینکه اینها خیلی به محیط زیست تو وقتی که میخوای ضربه میزنن. بنابراین یکی از ایده ها این بوده که مثلا شما بیایید از چیزای پارچه ای استفاده کنید، یا مثلا که من خودم یه مدتی یه سری از این پارچه هایی که اضافه بوده میدادم برای اینکه از اینا درست بشه و میدادم یه سری دوستان که خیاطی بلد بودن، طرح‌های قشن و از ملافه‌های مختلف پارچه‌هایی که تو خونه اضافه بود، بعد میگفتم که کیسه‌های پارچه استفاده کنیم که دوباره بتونیم اینها رو دوباره استفاده کنیم، هم محکم هستن هم پاره نمیشن، همین که شما مجبور نیستید که اینها رو بندازید به سطل آشغال. یه مدت هم هر کسی که برای من کاری میکرد، من مثلا به عنوان یه پاداش کوچولو اینو میدادم بهش، یا هر کی میمد خونه من اینا رو بهش میگفتم از این استفاده کنی، و خیلی از دوستام اینو رعایت کردن. من سعی میکنم تمام وسایلی که بگیرم ریسایکلینگ باشه. وقتی میرم یه چیزی بخرم، اینجا یک مسئله است از بازیافت. وقتی میبینم نگاه میکنم میبینم که خب شاید مثلا این دستمال کاغذ داره، من خیلی ساده است، شاید به قول معروف فقیران است، ولی اینها رو من وقتی میرم نگاه میکنم یکم هم ارزونتر از بقیهش هستن، این عاملم مهمه، ولی وقتی نگاه میکنم همیشه ببینم که نوشته آس ریسایکلینگ پاپیر، یعنی از پیپرهای کاغذهای ریسایکلینگ یا بازیافت استفاده شده. یا وقتی میرم یه چیزی رو میخرم میبینم که وقتی اومدن از این مواد زباله های مختلف که مثلا ما هم که اینجا من تمام آشغالای پیپر خودم یا کاغذ خودم رو جدا میکنم و خوشحال میشم که چون میدونید یک دونه، یه مقاله‌ای خونده بودم که یک این تونه های یا این چیزای صندوق هایی که هستش که توی نمیدونم شما توی اروپا دیدید یا نه، مثلا فرض کنید که شاید یه تون حالا پیپر یا کاغذ توش باشه، 17 تا درخت بریده میشه. وقتی من اینو خوندم گفتم واقعا ببین برای یک صندوق که یک بار پر میخواد بشه 17 تا درخت باید اینجا فدا بشن تا اینکه این کاغذهایی که اینجا هست تولید بشه. حالا به غیر از اینه که چقدر انرژی، چقدر کار، چقدر نمیدونم این سیکل رو شما این پروسه رو که نگاه میکنید میبینید چقدر این برای اون پاپیر یا اون کاغذی که اونجا ایجاد شده چقدر مصرف شده. پس بنابراین وقتی اینها دوباره با همون بازیافت میشه میره، این خیلی مصرفش کمتر میشه. پس بنابراین چرا این کارو نکنیم؟ و این یک ایده ای بود که من خیلی خوشحال شدم که تو آلمان و یک به اینو تحققش دادن، عملیش کردن، این خیلی جالبه. یا مثلا فرض کنید که لباس‌های مختلف رو، تمام پارچه‌هایی رو همینطور تو این پارچه‌ها رو میرن، یه سری جایی هستن تکستیلین تونه ها که شما میرید همین تکستیل ها یا منسوجاتی که هستش رو اینا رو میندازن توی چرخ، مثل وسیله تو چرخ گور، اونایی که دیگه استفاده دوباره نمیشه، مثلا مثل این لباس نیستش که الان این استفاده دوباره شده چون این سکند هند بوده همین لباس، ولی من اینو استفاده کردم. ولی بعضی از لباس ها هستش که میتونه استفاده دوباره نشه. وسایلی هستن مثل چرخ گوشت که پارچه هایی که به درد نمیخورن، مثلا دیگه برای استفاده دست دومی هم به درد نمیخورن، اینها رو میریزن توی چرخ گوشت. چرخ گوشت مانند یک وسیله است که اینها رو از هم دیگه جدا میکنه و اونها رو به یه پارچه های جدیدی تبدیل میکنه. این هم یه نوع ریسایکلینگ و بازیافت هستش که همین بازارهای دست دوم فروشی که خیلی جالبه و من اینو کلیپش رو درست کردم تو یوتیوب هم گذاشتم، تو ویمو هم گذاشتم که این تبلیغ بشه توی جامعه ما هم، که حالا شنیدم توی ایران تاناکورا هستش اینا، ولی مردم هنوز شرم دارن و خیلی کمتر استفاده میکنن تا کشورهای اروپایی. ولی واقعا این فرهنگ جا بیفته که ما از اینو استفاده کنیم، یه حالت ریسایکلینگ. حتی مثلا تو
تخم مرغ این چیزای تخم مرغا رو جمع میکنم. من این کارتون ها رو نگه میدارم و کارتون ها رو نمیندازم دور و جمع که شد میبرم به کشاورزا میدم. اینجا هفته ای دو بار مثلا تو هر منطقه ای کشاورزا میان محصولات خودشون رو میفروشن و من میرم اینا رو بهشون هدیه میکنم، چون اینا رو میرن میخرن. حالا یه موقعی اونا هم یه تخم مرغ یا موقعی هم هیچی نمیدن، مهم اینه که این بازیافت میشه و دوباره ما از زباله ها صرف جویی میکنیم و اینکه این یا مثلا سعی میکنم که تخم مرغی بخرم که این تخم مرغ ها از حیواناتی بوده که این حیوانات توی قفس نبودن و بلکه فری هستن، آزادانه میرن برای خودشون میچرخن و تخم مرغ تولید میکنم. حتی یه مدتی من هر ماه از من 5 یورو به یک انجمنی که با شکنجه حیوانات و آزار حیوانات مبارزه میکردن به اونا کمک میکردم که مثلا مرغا رو اینجوری در شرایط بد نگه ندارم، خوکا رو تو شرایط بد نگه ندارم، گاو و گوسفند و یا اسبا اینا رو نگه ندارم، یا مثلا برای یه سری حیوانات هر هورمونی نزنم، که این یک جور حمایت من از محیط زیست بوده و چیزی بوده که علاوه بر این که یاد گرفتم و دوست دارم که با حیوانات واقعا عاشقانه برخورد کنم، حق حیات اونها رو مساوی انسان ها بدونم و در رابطه با اون تولید خودمونم که مثلا اون چیزی هم که میخواییم به هر حال برای مصرف خودمون استفاده کنیم حداقل اونها شرایط خوبی رو داشته باشن. از جمله کارهای دیگه ای که من برای محیط زیست توصیه میکنم اینه که هر کدوم از ما یک سعی کنیم که توی خونه هامون گل داشته باشیم، مثل مثلا این گل قشنگ یا چند تا گلایی که داشته باشیم. گل اولا که به ما یه نشاط میده، چون یه بخشی از طبیعت هست که یک طبیعت زنده است و این زنده روی زندگی و نشاط روی ما اثر میذاره. وقتی میریم آب میدیم، وقتی میریم باش حرف میزنیم. الان من توی یکی از این شعران گفتم که حتی پژوهشگران روسی صدای گریه گلها رو ضبط کردن، یعنی گلها احساس دارن، میفهمن. حتی بعضی از این گلها طوری هن که شما وقتی باشون صحبت میکنید و بعد یه مدت مسافرت میرید میبینید دلتنگ میشن. اینو شما توی طراوت گلها میتونید حس کنید. حالا یه سری برای تولید گوجه فرنگی مثلا یه موزیک میذارن، یا برای زعفرون ها یه سری مراسمی رو برای کشت زعفرون مراسمی رو اجرا میکنن. این نشون میده که این بخش از طبیعت هم چقدر قشنگ این احساس و ارتباط رو با انسان و با شادی و با عشق حس میکنن. بنابراین من هم خیلی وقتا توصیه میکنم برای دوستانی که چیز مثلا این مقدار افسردگی دارن یا خونهشون رو حتما گل میبرن براشون، یا باهاشون میگم که از یه گل شروع کنید و یک گل به گل آب بدید، با گل حرف بزنید، به گل توجه کنید. و این مسئله در رابطه با حیوانات هم هست. الان یکی از راه‌های رفع افسردگی حیوانات، حیوان داشتن هست. نه حیوان رو تو قفس داشته باشید، بلکه این با این حیوان مثل سگ یا گربه یک رابطه عاشقانه و دوستانه و خوبی رو باش داشته باشید که اونها هم این احساس رو به شما برگردونن. یک مسئله دیگه هم که در این رابطه محیط زیست می‌خواستم مطرح کنم این استفاده از دوچرخه است و اینکه کمتر از اتومبیل استفاده کنیم، به خصوص در یک شهر کشوری مثل ایران و شهرهایی مثل تهران که شما میبینید که همه اصلا براشون یه موده. من حتی ایران بودم یه سری باور نمیکردن که من میگفتن که شما دکترین مثلا مطب دارین، بعد میگفتن چرا ما شما ماشین ندارید، چرا مثلا فرض کنم برای خود اتومبیل ندارم. گفتم خب لازم نمیبینم، به خاطر اینکه میبینم که این همه باید تو ترافیک باشم، این همه خرج، یا اینجا با وجود اینکه خب گواهی نامه اینجا رو دارم، با این حال مثلا استفاده من اصلا مرسدس بنز من دوچرخه هامه
و این خیلی برام و همه هم تبلیغ کردم و به همه خیلی از دوستام هم دوچرخه دادم، به خاطر اینکه دوچرخه میتونه واقعا هم اون نشاط شما رو بیشتر کنه، ورزش و اون بازسازی که شما تو بدن خودتون با ورزش انجام میدید و همین که محیط زیست آلوده نمیشه هم برای اینکه شما میرید و خیلی خیلی مزایایی داره که شما با این دوچرخه و با این وسایل نقلیه کم خرج و در این حال اشپورتلیش یعنی با ورزشی میتونه چقدر براتون به طراوت زندگیتون اضافه کنه. و مسئله دیگه در این رابطه کم کردن حالتهای مصرف گرایی، حالتهای چیز کردن مصرفمونه، یعنی در واقع مصرف گرایی که با ساده تری، من خودم مثلا برای مهمون هام سعی نمیکنم تشریفات آنچنانی داشته باشم، یا البته خب مهمون های من که خودشون در واقع اونا شریک های زندگی من هستن که با هم دیگه کار بکنیم، با هم دیگه تولید مثلا هر چیزی رو با هم انجام بدیم، ولی کلا این حالت تشریفاتی و تجمل گرایی و اینکه حتما بایستی همه چی این رسم و رسوم ها رو که ما بذاریم و یک تجدید نظری در سبک زندگیمون داشته باشیم میتونه به نشاط و شادابی زندگیمون خیلی خیلی کمک کنه. از جمله اینکه مصرف گرای نباشیم، مثلا سعی حتما که ما خودمونو با اون سیستم سرمایه داری که میخواد به ما بگه که ما باید همیشه همه چیز رو نو داشته باشیم، مثل موبایل نو، مثل ماشین نو، مثل لباس نو، مثل نمیدونم فلان 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 فلان. خب زیبا، تو وقتی که میری خرید همیشه، وقتی من دو سه بار رفتم باید خرید، خیلی خرید کم میکنی، یعنی چرا؟ دیگران هم همیشه تشویق میکنم، میگم بابا قحطی نیست، قحطی نیست، فروشگاه ها بغل هم دیگه است. آره باید به تو هم میگفتم، به کسی دیگه هم میگفتم، دیروزم همه دوستانم این براشون سواله، به خصوص ما ایرانی ها و شرقی ها یاد گرفتیم بیاییم یخچالامون رو پر کنیم، یخچالا رو میریم میبینیم دو تا فریزر پره، هنوز باز سیر نمیشن، احساس میکنن ای وای مهمون میاد نداریم، روغن میخرن شیشتا روغن میذارن، نمیدونم وسایل مواد کنسرو فلان همه. من میگم بابا انبارات رو خالی کنید، یخچالاتون رو خالی کنید، تمام اینا بیایید احتکار رو از خودمون برداریم، که ارزون فروش رو از خودمون شروع کنیم، کم خریدن رو از خودمون شروع کنیم. منم اینجا یاد گرفتم. این مسئله سوالی که تو پرسیدی که واقعا چرا، واقعا من میرفتم تو ایرانم یه بار رفته بودم، خیلی بامزه بود، رفتم توی یه فروشگاه یه دونه سیب برداشتم، دو تا پرتقال برداشتم و دو سه تا خیار. مردم اینطور نگاه کرد گفت خانم اینا رو چیکار کنم؟ گفتم چیه؟ شما که جلو روبرو خونه من هستی، بعدش هم که من اینا رو ببرم زیاد بخرم ببرم تو یخچال بذارم، خب تو هستی دیگه، من دارم میام بیرون میام ریال دو سه تا دوره از تو میگیرم. و این مسئله تو ترسیه که تو وجود ماست، ترس های ذهنی شده میگن توی روانشناسی بهش، یعنی همش فکر میکنیم مبادا نیست، وای کم بیاد مهمون بیاد، خب مهمون اصلا اومد کم اومد چیکار میکنیم چی میشه؟ اینا همش ذهنیت های ماست، واسه همین ترس ها هستش که البته میگم تقصیر ما هم، تقصیر این مردم ما هم نیست، اینجوری بار اومدن، ولی واقعا باید با این فقر فرهنگی کار کرد، فقر فرهنگی رو از بین برد. فقر فرهنگی بیشتر از فقر مالی است. من تو ایران رفتم میدیدم که همه با آژانس میرن، من با آژانس نمیرفتم، من خیلی به ندرتم با تاکسی میرفتم، چون اکثرا با اتوبوس میرفتم. اتوبوس خب 20 تومن بود اون 20 تا تک تومنی، یا بی‌آرتی سوار میشدن مثلا میرفتم از این ور به اونجا، بچه‌ام تو بین مردم بودم، مردم واقعی جامعه‌مون بودم، نه این آدمایی که ادای لوکسوس بازی در میارن و بعد همه جا باید با آژانس برن. این فرهنگ آژانس رفتن از کجاست؟ الان تعداد آژانس ها بیشتر از تاکسی هاست. یکی از بزرگترین این مردم از کجا این پولا رو در میارن؟ یا وقتی که مثلا میری، من یکی بچه های ایرانی که میان اینجا از طریق حالا کاش سرفینگ اومده بودن یا از طریق این روابط من که
اون به دانشجوها یا مثلا برای مسافرت اومده بودن همشون اینو میگفتن چقدر اینجا مردم ساده لباس میپوشن، دختره یه تیشرت مثلا دو سه اویرویی پوشیده یا بسره مثلا فرض کن با کتونی خیلی راحت، یا شما از بعضی از این وکلا رو که میبینید یا رئیس شرکت ها رو میبینید خیلی هاشون، خیلی از این آدمای روابط ماها که بودن تعجب میکردن، فکر میکردن این راننده و شرکته، برای اینکه یه کوله پشتی هم داخته بود، یه تیشرتی پوشیده بود، یه دونه کیفیه که 10 سال استفاده میکنه. من توصیه میکنم دوستان برن اون فایلی که من در مورد زیبا و خانواده آلمانی دارم رو بخونم. خیلی هر کی خونده گفته زیبا، واقعا این داستان خیلی جالبی. من 7 ماه با یه خانواده آلمانی زندگی کردم که اونها هیچ هزینه ای از من نگرفتن و هرچی هم که من بود من بهشون، یعنی اگرم هدیه ای بود که من بهشون دادم. ولی واقعا برید ببینید سبک زندگی یه خانواده ای که 5 نفر بودن، 3 تا بچه، یه زن و شوهر، منم بودم باشون که اضافه مثلا یه مهمان بودم با یه سگ و گربه که داشتن، یه یخچال کوچیک داشتن. شما اینجا میرید خونه یه مرد مثلا تنها ولی ایرانی، یه دفعه میبینید که مثلا 3 تا فریزر داره، خونش از شدت وسایل راه نمیتونید برید. چرا؟ از ترسیه که مبادایی که کمدا رو باز میکنه میبینه پر، انبار رو باز میکنه میبینید پر. چرا؟ برگردیم از خودمون ببینیم. من واقعا با همین چیزایی که همیشه برام رسیده، کسی هم اومده گفته زیبا من برات میخوام خرید کنم، گفتم در حد خرید روزانه‌مون. فلسفه چاکرا میگه در حال زندگی کنید، در زمان حال. برای آینده هی میخوایم ذخیره کنیم، برای آینده در آینده تصمیم میگیریم. این یکی از رهنمودهای بسیار بالاییه که من به شما دارم هدیه میکنم، برای اینکه خودم هم یاد گرفتم. وقتی که میریم خوب اینجا میریم، خیلی کسا اینجوری هستن، عادیه، ولی تو ایران عادی نبود. وقتی من اونجوری خرید میکردم، وقتی میرفتم مثلا 2 تا سیب برمیدارم، یه دونه مثلا فرض کن 3 تا گوجه برمیدارم، یه دونه خیار برمیدارم، یه دونه دوباره بازم فروشگاه هست دیگه، فروشگاه هستن، فریزر دارن، همه این وسایلو دارن. خب حتما من باید بیارم اینجا بگم مال منه، بعد بمونه، نه خودخوری، نه نه کس دهی، گنده کنی به سگ دهی. اینا سگارم نمیپذیرن این چیزایی که شما از چیز در میارن. من اگه یه دونه این پسته خراب بذارم نمیخوره این سنجابه، حالا یکم 2-3 روز مونده یا حالا فلان، اینا رو حالا اکسپتابل میخوره، ولی اینا به حیواناشون هم یه همچین چیزی رو نمیدن. به هر حال هر چیزی که تازه باشه، فریش باشه، بعد خب اینا به همین دلیل. یکی از تو اشاره کردی به یک مسئله که من خودم میخواستم بگم که واقعا بیاید از خودمون شروع کنیم. هی نگیم که یه نفر آدم، یا مثلا با یه آدم خب این همه آشغال ریختن، این همه فلان، من هیچ، فقط یه چیز کوچولو پرنده اومد نگاه کن بردش، پرنده خوشگلی مثل بلبله اومد الان همون بادمایی که ما ریخته بودیم برد. تو هم صبح دیدی سیگه، امیدوارم تو این فاصله سنجابم بیاد. به هر حال امیدوارم از خودمون شروع کنیم. اینجا هم یه توصیه کوچولو برای سیگاری ها دارم. من خودم واقعا آرزو میکنم که سیگاری ها یه مقدار به این مسئله فکر کنن، که البته اون خودش شاید یه کلیپ جدایی باشه، من در این رابطه مقاله نوشتم که چجوری انسان چه جایگزینی هایی رو باید بکنیم تا اینکه ما کسایی که به الکل و مواد مخدر و سیگار و اینها کشیده میشن، اینها جایگزین چی هستن. این خودش این بحث اعتیاد اصلا یه بخش مفصلی که الان نمیخوام بپردازم، ولی در رابطه با حفظ محیط زیست توصیه کنم که حداقل این ته سیگاراتون رو نندازید بیرون، نندازید تو خیابون، نندازید تو اون، واقعا اون خیابون، اون محیط، اون جای شهری که زندگی میکنید بگید خونه منه. اگه خودتون آشغالید، آشغالم بریزید تو اونجا. اگه خودم من آشغال ندونم، اگه خودم رو زیبا و قشنگ و خوب بدونم، بنابراین همون محیط خودم رو هم زیبا و قشنگ و خوب میسازم. این ها بود که فعلا توصیه های امروز من برای در رابطه با این سوالی که کردی و در رابطه با این محیط زیست و محیط اجتماعی. البته این بحث خیلی مفصل، ولی خب در همین کلیپ ما به همین مسائل که اشاره کردیم فعلا برای امروز ما کافی باشه و ازت تشکر.